بینندگان عزیز سلام بر شما، با ما همراه باشید با در یک نگاه این ساعت. کنفرانس سیاست در قبال ایران برای خروج از بن‌بست، تغییر دموکراتیک در دسترس است، بعد از ظهر شنبه در برلین برگزار شد. این کنفرانس با حضور شخصیت‌های سیاسی آلمانی و بین‌المللی و با شرکت آنلاین و سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تشکیل شد. خانم مریم رجوی تصریح کرد راه حل قطعی بحران منطقه و شرایط وخیم مردم ایران سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است. حق مردم ایران برای مبارزه با سپاه و سرنگونی استبداد دینی باید به رسمیت شناخته شود. این راه حل آزادی ایران و صلح در منطقه است. در این کنفرانس پروفسور آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، سفیر لینکلن بلومفیلد، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا، پتر آلتمایر، رئیس دفتر صدر اعظم آنگلا مرکل 2018، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان 2021، دکتر فرانس یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان 2005 تا 2009، پروفسور هرتا دویبلر گملین، وزیر پیشین دادگستری آلمان، لئو داتسنبرگ، رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، مارتین پاتسلت، نماینده پیشین پارلمان فدرال آلمان، دکتر عزیز فولادوند و نمایندگان جوامع ایرانیان سخنرانی کردند. ادامه خبرها. والستریت جورنال نوشت بنا به گفته مقامات اسرائیلی از جمله تجهیزات نظامی که روز شنبه هدف قرار گرفت سیستم S-300 رژیم ایران بوده است. از بین بردن S-300 آزادی عمل اسرائیلی ها در آسمان ایران را افزایش خواهد داد. خبرگزاری رویترز به نقل از محققان آمریکایی نوشت عکس های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل ساختمان سابق آزمایش تسلیحات هسته‌ای و تأسیسات موشکی رژیم ایران را مورد حمله قرار داده است. به گفته این محققان، اسرائیل به ساختمان‌های در پارچین یک مجتمع نظامی عظیم در نزدیکی تهران حمله کرد. یکی از محققان گفت، اسرائیل یک سایت گسترده تولید موشک در نزدیکی تهران به نام خجیر را نیز هدف قرار داد. آنها گفتند، تأسیسات مورد استفاده برای مخلوط کردن سوخت جامد برای موشک‌ها نیز مورد اصابت قرار گرفتند. آکسیوس گزارش داد اسرائیل در حمله 5 آبان به مرکز نظامی رژیم در ایران 12 میکسر سیاره‌ای را که برای تولید سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک دوربرد استفاده می‌شد منهدم کرد. آکسیوس به نقل از 3 منبع اسرائیلی نوشت این حمله به توانایی رژیم ایران برای تجدید انبار موشکیش به شدت آسیب می‌زند. این رژیم دست کم یک سال وقت نیاز دارد تا فعالیت تأسیسات سوخت جامد موشک‌های بالستیک خود را مجدداً احیا و راه‌اندازی کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از رژیم ایران خواست به چرخه تشدید تنش در پی حملات اسرائیل به سایت‌های نظامی در روز شنبه پایان دهد. وی گفت خویشتنداری می‌تواند راه را برای صلح در خاورمیانه هموار کند. شولتز در شبکه اجتماعی ایکس گفت پیام من به رژیم ایران واضح است. ما نمیتوانیم با واکنش‌های تشدید شونده ادامه دهیم. این باید اکنون پایان یابد. تلویزیون العربیه فیلمی از لحظه انفجار بسیار عظیم تونل‌های حزب‌الله با 400 تن مواد منفجره منتشر کرد. این انفجار به حدی شدید بود که به صورت زلزله در منطقه احساس شد. ادامه خبرها. فرماندار رژیم در شهرستان ماهشهر اعتراف کرد در شهرداری دچار چالش جدی هستیم. شهرداری این شهر بی پول است و اکنون حتی برای پرداخت حقوق مشکل دارد. حسابهایشان بسته است.
بطایی وزیر پیشین آموزش و پرورش رژیم اعلام کرد نظام بودجه‌ریزی برای آموزش و پرورش به شدت دچار اختلال است. در حال حاضر چون نظام بودجه‌ریزی عملیاتی نداریم، تخصیص بودجه ما به بی‌عدالتی، تبعیض و نابرابری دامن می‌زند. و آخرین خبر. از شرق الوسط نوشت حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور خامنه‌ای که به عنوان پدرخوانده نفت ایران شناخته می‌شود و یک بازیگر مؤثر در ایران و روسیه به شمار می‌آید، فعالیت یکی از شرکت‌هایش در لندن به اسم اوشن لئونید به علت توجه انگلستان به صادرات نفت اکنون تحت نظر است. این موضوع بخشی از یک کارزار گسترده‌تر از سوی مقامات واشنگتن و لندن است که هدف آن افراد مشکوک به دور زدن تحریم‌های نفتی ایران است. بینندگان عزیز، این بود خبرهای در یک نگاه. خیلی ممنون از همراهی شما. موفق و پیروز باشید.